What's up guys, السلام علیکم دوستای نازنین، امیدوار هستم که خوب جور سعادتمند باشین هر جایی که هستین. معصومه اکرمی هستم، یک بار دیگه در خدمت شما بابا و عزیزای دل قرار گرفتم با یک برنامه جدید. امروز ما و اولادا آمدیم در یکی از رستورانت های سطح شهر، بسیار یک رستورانت خوب با منوی غذایی خوب که بخیر یک نان چاشت نوشیجان کنیم. به خاطر از اینکه امروز اولادا در کودکستان نبودن، خانه بودن، خواستمشان که بیارمشان یک کمی چکر ساعتشان تیر شود. به خاطر از اینکه دیگه حال سویدن زمستان شروع شده، سردی های شروع شده، تاریکی هایش هم شروع شده، دیگه از او خاطر یا سپیلاگین یا یا آدیاس باریکاتیوس یا اوکی یا دیگه تر گوپرو یا یا اس کا فلم لیتے گرانا پراتا یا یا فلم اینجا کاکاگا که سیدنی هم که من از کمریم خوشش آمد، پرسان کرد که کمریت چی هست، چی میکنی، گفتم فیلم میگیرم کمی دیگه. میگفتم که دیگه زمستان شده، یخیای و خنکا و تاریکی های سویدن شروع شده، چون که سویدن هم میفهمین که در خود به شمال است و تاریکی ها و دلدقیش زیاد است. از او خاطر دیگه از او جایی هم که میفهمین اینجا زیاد آدم نمیتونه با کسای دیگه رفت آمد کنه، چون اونا مصروف هستن یا که کسی قدر دوربرش قوم و فامیل نداره مثل من. دیگه اینه می آمدیم رستوران یک نان مزدار نوشیجان کنیم و ای که آدرسش حتما برتان میمونم که کجا از کجا نیست، فقط همه خبرتان میگم که یکی از افغانای خود ما هست با افتخار که ایتی اگر رستوران تو مقبول دارن، آمدیم بخیر نان نوشیجان کنیم. اگه وقت داشتن سرشان بیروبار نبود، باز میگم که در مورد رستوران تو بیشتر معلومات بتر و موقعشم خیلی خوب است. همونطوری که میبینین در مابین سنتروم، در مابین مرکز شهر است که البته چند نمایندگی داره دیگه. ما فعلا دمو نزدیکترین نمایندگی با ما بود، امین جان آمدیم بخیر نانوشیجان کنیم که البته عمر جان امروز سر کار است و نمیتونست بیای همراه ما. ما و دخترها تنها آمدیم. تا پایان این ویدیو ما رو همراهی کنید. کلید لایک سابسکرایب فراموشتان نشه.
جای شما خالی دیگه عزیزای دل، ما یک لقمه نان گرفتیم و خوبیش هست که غذایش رژیمیست، یعنی که کسایی که رژیم داره مثل ما ایتو یک گزینه هست که رژیمشان از پیشان خراب نشه. و امروز بخیر رژیمی نشیجان میکنیم، با اولادام کمی برنج و مرغ و چیزا گرفتم نشیجان کنن بخیر. دیگه خوشحال هستیم که امروز در برنامه خود مبارز جان و خالد جان هم داریم، البته صاحبای رستوران هستن و امرایشان کمی صحبت میکنیم، خواستن که امرای شما دوستای عزیزم سلام علیک داشته باشن در برنامه، امرایشان بیشتر معرفی میشیم. امرای شما شروع میکنیم. سلام مبارز جان عزیز، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز، خوش آمدین. سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدمت شما خالد جان، قند خوب هستین؟ محسومه جان تشکر، سلام میکنم برای شما و بینندگان عزیز. سلام، زنده باشین، سلامت باشین. آدرستون اگه به دوستای عزیز بگوین، اگه کسایی که خوش دارن از طرف چینل بیاین بخیر، آدرسشون در کجا است و چند نمایندگی هسته که باز من دقیق اینجا نوشته کنم دوستا اسکرین شات بگیرن باز تشریف بیارن بخیر. آدرس ما در سولنا استرند است، ترافیک ورکت در اونجا داریم و در بخش های دیگه استاکولم هم داریم، کارلا پلان است، سولنا استرند است، شیست است، لیل هولمان است. یک رستوران زنجیره است درست؟ بله. دوستان ما فعلا در کارلا پلان هستیم، اگه درست تلفظ کرده باشم که آدرس دقیقش رو براتون نوشته میکنیم و نمبر تلفن هم میمونیم بخیر تشریف بیارین. فقط اینجا هم غذای چاشت است، یعنی که لنچ است، بوفه می باشه، هر چیزی که خوش داشتین برتون میگیرین. اگه دوست داشتین خانه برنام کتون خانه میبرین دیگه، جای عمر جان خالی، ما یک لقمه نان میخوریم برمیگردیم. دوستای نازنین به ادامه برنامه خوش آمدین، دیگه جای شما خالی، اگر گلاس کافه گرفتیم و برنامه را ادامه میتیم، کمی صحبت میکنیم امرای مبارز جان و چون خالد جان بخاطر از اینکه شکم گشنه جنگ نمیشد دیگه، نال بخیر صحبت ها را ادامه میتیم، قصه کنن کمی از اینکه چی وقت از سویدن آمدن، چطور دایی فکر شد که رستوران جور کنن و چرا نامش مراکش است، چون یک نام مراکویی ماندن. در مورد از یک ذره توضیح بدین ببیننده. تقریبا یک 15-20 سال میشه که در سویدن هستیم، اول خاله جان آمد، باز پشتش ما آمدم دیگه، اول که کار شروع کردیم، از ترکاری شروع کردیم، در ترکاری هم خوب بود، باز بعدنش آمدیم در کار رستوران اول شریکی گرفتیم باید مراکوی دیگه، یک چند وقت ادامه دادیم، خوب هم بود، باز مراکوی نخواست ادامه بده، باز رستوران ما پیش بردیم
رازمون شد به نامش مراکش مان دیگه درسته آل نمیشه که تغییر بتی نامشا یا دمی نام صحیح است والا تصمیم داشتیم که تغییر بتی مگر تمام مشتریه به من نمیشناسن درسته حالا چون که جا افتاده فکر میکنم که از جور کردن این رستوران شاید 5 سال شده باشه درسته از اینجا یک 5 سال 7 سال میشم دیگه واقعا هم سخت است اگه نامشا دیگه چینج کنیم میشناسن به من مراکش دیگه غذاهایی که دارین ایرا در کجا جور میکنین آشپز دارین یا که غذاها افغانیست آشپز مراکویست یا افغانیست دیگه هر روز یک چیز میباشه یا متفاوت میباشه میتونه لنچه که شما دارین نان چاشته غذای متفاوت هم از بعض وقتا تغییر میتیم مگرم بیشتری غذای اصلی ما همون چیز است. دیگه ما سنترال شوک داریم در سولنا استران در اونجا غذا را درست میکنیم و در رستوران های دیگه خود تقسیم میکنیم و در اونجا خیلی عالی خیلی اینجا فقط سرویس میکنیم دیگه این چطور چیز بسیار عالی بسیار عالی خواه خاله جان شما بگوین که چطور اصلا در این فکر شدین که رستوران جور کنین این فکر از کجا آمد اول کار طلبار میکنیم کار طلبار که طلبار ترکاری مشم امیدتا کار ترکاری رو میکردیم باز یک کمک تجربه از رستوران ها که مواد خوراکه می بردیم برایشان در دید پیدا کردیم تجربه از هر رقم رستوران بردیم برای ایتالیایی، چینایی و عرب و هر رقم برای غذا مواد خوراکه می بردیم باز از او یک کمک دیگه نقصایش گرفتیم باز از او دیگه یک مشتری ما بوده که غذایش خیلی خوشمزه بوده باز از او امرای خود باعث از مراکو بوده باز بوده با خود شریک گرفتیم گفتیم جور کنیم اول رستوران ما باز کنیم همینجا بوده همینجا بوده این شاخه اصلی است شاخه اصلی است اولین است در 2015 تأسیس شد بازی را ادامه دادین کلانتر کردین شاخه های دیگه جور شد باز شاخه های دیگه این خوب نتیجه داد باز از دیگه دتا کردیم دتا را بنی حال در فکر ازی هم هستیم که دیگه شاخه ها را اضافه کنین درسته؟ سه تای دیگه هم در راه هست در قرار دادش نشتر شده دیگه در بسیار خوش میشم بسیار واقعا جای خوشی است عزیزای دل که آدم هموطنای خودشو میبینن تلاش میکنن در یک جای میرسن پشت کار دارن در کل ما افغانا کل ما هم تو آدمای کوششی هستیم و هیچ وقت خوش نداریم که زیر دست کس کار کنیم و واقعا دیدم در رستورانشون اومده موفق هستن واقعا بسیار آدم خوش میشه که هموطنشو میبینه در یک جای هست در یک جای رسیده و تلاش میکنن زمینه کار به دیگران مساعد میکنن واقعا جای خوشی است و همطوری که گفتن سه شاخه دیگه هم در راه هستن که اونم بخیر دمی شهرهای جاهای مختلف استاکون بخیر اونام راه اندازی میشن که حتما بخیر که فعال شد اطلاع رسانی میکنم از طریق چینل خودم و مثلا دوستایی که از دنمارک میایین از جرمنی میایین نروژ فنلند همین کشورهای اطراف سویدن که اینجا چکر میایین حتما در این رستورانتا بیاین ما آدرسایشون برتون در خدمتتون قرار میتون بازم اگه کسی نفهمید در واتساپ من مسیج کنم آدرس روان میکنم بخیر بیاین حتما تخفیف در نظر میگیرین کسایی که از چینل ما بیاین اون دیگه تاییدی را گرفتیم بخیر تخفیف برتون در نظر میگیرن و ای که خوب است که آدم از هموطنای خودش حمایت کنه واقعا جای خوشی است ما امروز زیاد خوش شدیم که دخترها در خانه دی قورده بودیم میخوایم بریم یک بیرون یک نان بخوریم باز رستوران شما رو انتخاب کردیم واقعا نان خوب فضای مقبول دیگه آدم یک دو هموطن خود میبینه یک چهار نفر دیگر هم میبینه دیگه ساعتش تیر میشه دیگه جای شما خالی فعلا یک ذره کافه گرفتیم دیگه پار سال بود فکر میکنم که دو شاخه سولنا که برنامه روز مادر را گرفته بودن انجمن افغانا برای اولین بار من همراه رستوران اینا اونجا آشنا شده بودم بسیار یک فضای صمیمی بسیار یک نان خوب دمو محفلم اینا نان تیار کرده بودن بسیار همه چیز فوق العاده بود و هنوزم اون رستوران اونجا فعال است که یک شات هم برتون میمونیم که او هم فقط در لانچ یا مونان چاش کار میکنه شما میتونین که یک دوست داشتین مسیرتون خود حتما تشریف بیارین نان نوشی جان کنین و از غذاهای خوشمزه مستفید شوین هر تجارت و هر کار در اول سختی های خود دارن و ما هم چالش های خود داشتیم و سختی های خود داشتیم که شکر خدا بخیر تیر شد و بالاخره با پشت کار
رستوران یک ذره در چلش آمده خوب شد. دیگه سختی های خود هر کاروبار داره. بعضی دوست هستن میگن کاروبار شخصی سخت است یا مثلا چی، درست سخت است اما آدم باید از یک باید جای شروع, شروع کنه بله. تا سختی را آدم نبینه آسودگی را هم دیده نمیتونه. هموطنان ما هفته پنج روز کار میکنیم، هموطنان ما میتونن غذای نان چهار شقه به اینجا نوشجان کنن. دیگه در خدمتشان هستیم. میمانایی که از خارج ها میاین اینجا زیادتر مشتری ما سویدی هست و دیگه افغان ها کم میه واقعا اگه افغان ها میبینیم تا خوش میشیم سلامت بشیم. بله ما هم یک کمک از داستان زندگی خود قصه میکنیم، چه وقت آمدیم به سویدن و چی مشکلات های از اول سویدن تا الان تیر کردیم. هر روز میگیم یک فردش راحت‌تر میشه. من یا اولای سویدن که آمدیم بسیار زیاد مشکل است. زندگی جایی که تازه میری بسیار زیاد زبان یاد بگیری، کار پیدا کنی، مشکلات های هر چیز است، خانه، کار، زبان، بخی دیگه مثل یک تازه تولد میشی. دقیقا. از وقتی که یاد ما میاد جنگ های داخلی افغانستان بود، مهاجرت پاکستان برو افغانستان برو، مشکلات های بسیار زیاد رد کنده بود. در ایران از ایران آمدیم سویدن، از سویدن تا که دو سال سه سال کار اون سابقا بسیار زیاد کار مشکل بود. تصمیم گرفتیم کار ترکاری شروع کنیم. درسته. در این کار خواهد من تا بالا بودن، ضرر هم دیدیم، هر کار شخصی که میکنه، بزنسی که میکنه همیشه تا نقص فایده داره. مگر هر بار که در زمین میخوری نقص میکنی باید یک امیدوار باشی پس دوباره شروع کنید. خب عزیزای دل به ادامه برنامه خوش آمدین. دیگه خاله جان کار داشتن، رفتن در کارهایشان برسن. من پس آمدم در نمایندگی سلنا خواستم که حالا که فیلم گرفتیم با شما یک صحبتی هم همراه پدر خاله جان داشته باشیم که وقتشان بر ما ماندن. دیگه یک صحبت همراهشان میکنیم. سلام علیکم، چی حال دارین؟ خوبستین؟ خوب است. خوش آمدین شما. زنده باشین. قدم ها سر چشم. خوش آمدین بازم برتان میگم. ما ما رستوران مراکش خوش آمدیم. زنده باشین. تشکر. یک معرفی کنین در بیننده خودتان. اسم امیر است. من مدت 24 سال میشه در سویدن زندگی میکنم و کار در مراکش رستوران مراکش کار میکنم. نام خدا چقدر وقت پیش آمدین؟ نه بله بسیار وقت پیش بود و ما در چند جایی کار کردیم. وقتی که اول آمدم در یک رستوران گوشت بود به نام آتریا میگن، در اونجا تقریبا مدت 10 سال کار کردیم. بعد از اون باز یک انباری گرفتیم، یک سرطانی بود در وشت. بعد از او کار ترکاری شروع کردیم که بر رستوران ها ترکاری و میوه میرساندیم. خب بسیار عالی، بسیار عالی. چطور از کار رستوران داری؟ خوب است یا کار رستوران داری؟ بسیار خوب بود. قبلا از کرونا اگر یادتان بیاد کار بسیار خوب بود، اما شرایط کرونا که آمد یک ضربه محکم تمام رستوران ها چی کردن که بسیاری از رستوران ها را بسته شد و شکسته شدن. اما یا فضل خداوند بود و کمک خداوند بود و با مو پلان گذاری درست خود خالد تا نسیم از این ورشکستگی دور شویم و این مرحله را با بسیار خوبی عبور کنیم. خدا را شکر، خدا را شکر. واقعا آدم بسیار خوش میشه که اولادش به یک ثمر میرسه و تو لایق میباشه، کمک دستشان میباشه. های ما سر شال افتخار میکنیم که تانست خود از این مرحله مشکل. واقعا افتخار همه افغان ها است. دیگه کار رستوران داری اینجا چطور است؟ مثلا چند روز در هفته باز هستین و اینجا خودتان کار میکنین یا من در سر پرسنل میباشین؟ خودم هم کارو میکنم، در سر کارگرا میباشم. ما هفته پنج روز کار میکنیم و تقریبا 26 نفر کارگر است که در رستوران ها کار میکنه. درست. از جمله 7 نفر از اینا سویدنی هستند و دیگه افغان های ما هستند و مراکوی هستند و از هر مملکت دیگه هستند. بسیار عالی، بسیار عالی. به بیننده های ما چی گفتنی دارین؟ ما به بیننده هایتان بسیار خوب. اول از طریق شما سلام خدا به خدمت شما، خدمت بیننده هایتان و خدمت تمام افغان های خود میرسانیم. ما خوش هستیم بیان از مازشان استقبال درست میکنیم، بیان بر رستوران های خود افغانیشان بیان. دقیقاً دوستای عزیز تشریف بیارین بخیر. دیگه هموطنای ما رو حمایت کنیم، از رستورانشون بسیار یک بوفه مزه‌دار، نان مزه‌دار. دیگه تشریف بیارین بخیر، نوش جان کنین.
بسیار خوب بیان قلمات سر چشم خوش آمدید میگیم برامشان. سلامت باشین، تشکر از اینکه وقت دادین صحبت کردین. تشکر از خودتان که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین. بسیار دیدنتون خوشی ما، قبلا شما را از طریق تلویزیون دیده بودیم، از طریق صفحه تلویزیون دیدیم، حالا که از نزدیک دیدیم باهاتون هم کلام شدیم، بسیار خیلی خوش شدیم. سلامت باشین، زنده باشین. واقعا من زیاد خوش شدم. تشکر از اینکه وقتتون اماندین، تشکر بسیار زیاد از مهمان نوازی امروزتون. تشکر از خودتان که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین. تشکر، سلامت باشین. زحمتایتون هم میبخشید. قربان شما. کدام گفتن دیگه ندارین؟ نه خیر دیگه، نمی که خودتان با شما ما هم کلام شدیم، بسیار خوش شدیم. تشکر یک دنیا، لطف دارین. تشکر. بله عزیزای دل، واقعا که یک روز خیلی خوبی بود، واقعا بر ما خوش گذشت، از غذاها لذت بردیم. مبارز جان و خالد جان هم تشکری ویژه میکنیم که در برنامه ما وقت ماندن و صحبت کردن. ساعت ما تیر شد، واقعا خوش گذشت. دیگه آمدم خانه، فشانهای خود اول از همه پاک کردم، لباسهای خود چینج کردم چون که روز طولانی بود، خسته شدیم. عمر جان آمد از کار بخیر، نان برش آورده بودم از رستوران، نان نوشی جان که زیاد خوش کرد نانشانم. دیگه بخیر، بیشتر و بیشتر در این رستوران ما بعد از این خود رفتیم و برای شما زیاد زیاد پیشنهاد میکنیم که حتما همراه فامیلایتان برین. بسیار غذاهای مزه‌دار، در عین حال بسیار قیمتای مناسب نظر به ای که بر رستوران های ایرانی یا دیگر رستوران ها مثل رستوران های ترکی یا عربی مقایسه کنیم، واقعا بسیار نان با کیفیت و از اون طرف بسیار قیمت‌های خوب داره. و یکی هموطن ما هست، چرا از بزنس هموطنای خود حمایت نکنیم؟ حتما برین، اگر نام من رو بگیرین حتما یک تخفیف برتون در نظر میگیره، یا یکی نوشیدنیتون رایگان میشه یا یک تخفیف برتون در نظر گرفته میشه در هر نمایندگیشان که شما برین. دیگه بسیار خوش میشیم که شما هم تشریف ببرین، مخصوصا از دیگه کشورها اگه میایین زیادتر بر ما مسیج میکنین در اینستاگرام واتساپ که یک جای خوبه بر ما معرفی کو که مقبول باشه، پاک باشه، قیمتاش مناسب باشه، ما میاییم چکر بریم. قد فامیلای ما، من اینجا رو پیشنهاد میکنم، رستورانت های زنجیره‌ای مراکش. دیگه تشکر که تا این لحظه برنامه رو سعی کردین، بسیار بسیار دوستتان دارم. تا یک برنامه دیگه در خدمتتان قرار میگیرم. خدا یار نگهدارتان. این ویدیو رو حتما لایک کنین، منتظر کامنت های مقبولتان هستیم. تا برنامه دیگه، خدافظ.